به نام خداوند که یکتاست تواناست به همتاست. شبتان بخیر وطندارا، خوش آمدین به برنامه امشب و میخوایم درباره تفریحات نادرست صحبت بکنیم. این امیل لحظه شاید یک چند نفر بیننده باشن که تازه از اون تفریح نادرست بیکار شدن و دسترخوان هم جمع شد و نان هم نخوردن و همونطور گشنه ماندن. اون تفریح نادرست چی است؟ مثلا میبینی که یک چند تا جوان جمع شده گرده هم با هم شیشتن، به جای از اینکه کمی قصه کنن، کمی از علم و دانش صحبت بکنن، لدو میزنن. همین چیزی که معمول شده در بین جوان ها متاسفانه، یا هم بازی ها و تفریح نادرست انجام میدن. در جریان روز در پیش دکان میبینی، در سر سرک میبینی با هم جمع شدن. حالا این کار خوب است یا هم خیر؟ از این دوستان بشنویم و نظرات شما وطنداران را هم خواد گرفتید. خب دوستا، نفس این کار درست است یا هم خیر؟ میخوایم از شما بشنویم که دیدگاه شما چیست و دیدگاهتان هم راجع به شریک بسید. ما یکی اگر برای رفیق ما بودیم، اگر ساد چه این خوب است. شبتان بخیر. شب شما بخیر نجیب جان. بله، این کارهای تفریح های به جای که هست کارهای نامناسب است، اصلا ضرور نیست که مثلا تفریح های به جای انجام بتن. مثلا اکثرت جوانان فرموده شما مصروف امی لدو هستن، قطع‌بازی میکنن. مثلا یکم تا هستن تا نصف شب تا دو بجه سه بجه شب بیدار میباشن. اینیش بسیار زیاد خطرناک است. تا سه بجه شب، دو بجه شب، مثلا نو بجه از اش بجه قطع‌بازی میکنن تا دو بجه سه بجه شب. و سوم که میشه هم از کار میمونن، هم از نماز خداوند میمونن، یا در مورد غضب خداوند قرار میگیرد تو اشخاص. و اصلا همی کارا باید صورت نگیرد. تفریح به جای در قدم به عوض یک تفریح به جای باید یک دوست اهل دانش و اهل کتاب باید باشه. اگر تنها بود بتونه کتاب بخوند به تنهایی خود، اگر نه اگر امرای دوستا بود از تاریخ معاصر افغانستان با هم گفتگو کنند و یا کتاب های و یا چیزایی که مثلا تاریخ های اسلامی هستن، مثلا چاریار کبار هستن، میتونن که دیگر کنند با هم قصه کنند و دیگر بشنوند. باز این رقم کار خیلی خوب میباشد. چه خوب، چه خوب، تشکر میربونی. در سلامت باشین. یک صحبت خوب هم مشکل مطرح کرد هم راه حلش گفت. این خیلی خوب است وقتی که یک مشکل یک جای مطرح میشه برز راه حلش هم واضح باشه. مثلا بدیل تفریحات ناسالم چی میتونه باشه؟ با یک کسی که علم و دانش داره میشه بشینین مجلس داشته باشین، صحبتاش بشنوین، یا همی که خودتان کتاب بخونین، یا همی که صحبت بکنین، بحث داشته باشین در مورد تاریخ گذشته که در تاریخ چی واقعات حوادث رخ داده و چه مواردش مهم است که حداقل بر اذهان باقی بمانه. خوب است که دوستایی که طرف هستن دیدگاه اینا را هم داشته باشیم و از اینا همچنان بشنویم. شبتان بخیر. خوب است که از شما هم بشنویم دوستا، دیدگاه شما را هم داشته باشیم. میربونی، شبت بخیر. سلام آرا جان، شبت هم بخیر. سلام. امید که جور سعادتمند باشی. نجیب جان، امی باید که امی زیاد مصروف به کارهای دنیوی خود نکنیم. بله. کوشش دهی داشته باشیم که زیادتر خود مصروف به کارهای اخروی هم داشته باشیم. همین کارهایی که مثلا پربازی یا شش میگن به اصطلاح میانه کمی میدنن جوان ها، باید یاره نکنن. اگر وقت داشتن، بیکار داشتن، یک چند دقیقه اگر عبادت بکنن بسیار کار خوب. اگر عبادت کردن وقتش بود یا نبود، باید کارهای خود انجام بدن، کار می داشته باشن، باید خودم با سوال و جواب دینی خود مصروف کنن، قصه کنن بین هم دیگه. برادر همی چیز باید نکنن، زیاد وقت خود در چیزای چیزا سپری نکنن. یا همی که تو آن وقت شو از او کده که بشینن ای بازیای نامناسب انجام بتن، میشه استراحت بکنن. بله، زیادتر وقت میتونن که در انترنت هم خود زیاد مصرف نکنن. زیادتر وقت بعضی کسا در گوشی گیم میزنن. این بسیار مهم است. دایی باید مصرف نکنن. مثلا گیم پابجی یا کلش یا هر چی کس امو اگر مورا نصف شب عبادت بکنه، خب یخی خوب اگر نکنه استراحت بکنم، مشکل نیست. استراحتشون به طریقه سنت باشه عبادت حساب میشه. باید همین کارا بکنه. تشکر. خیلی سپاس میروانیم فرمایین. خیلی سپاس از برادرمو. و یک نکته دیگر هم در بین صحبتای عزیزم اضافه میکنم که وقتی یک فرد را میبینین که نه تنها که از طرف شب این بازی های اجرا میشه، یا هم مصروفیت سرگرمی شده فیسبوک و صفحات اجتماعی در کل، میبینین که در جریان روز هم همین قسم است. در جریان روز پیش دکان ها مثلا یا سر کوچه استاده شدن است، یا همی که مثلا آزار اذیت یک همسایه است، یگان طرف میبینی خدای جانشان کفتر بازی میکنن. با کفتر بازیشان خب به هر حال هر چی باشه تا یک حد اندازه که همسایه خود ضرر نرسانه. حالی که همسایه را ضرر برسانه، او متضرر شود و دیگه چی ماند؟
باز اونمو همسایه هم به عذاب و تک تک میکنه که برادر این مرد تو مرا اذیت کردی. باز میره به ناحیه شکایت میکنه که نیم سایی قسم است، یا به حوزه شکایت میکنه، حوزه هم باز اقدام میکنه، بررسی میکنه، صحبت میکنه که برادر تو چرا این کار کردی. باز یک جنگ و جنجال است که یکان وقت به حد میرسه که یک همسایه از اون محله باید کوچ بکنه. چرا کوچ بکنه؟ به خاطر از اینکه جنگ کرده که همسایه خود. سر چی؟ سر قصه تشله بازی یا کفتر بازی یا هم هر چی که بوده جنگشان برآمده و به این حد رسیده که باید یکشی محله ترک بکنه تا آرامش و آسایش دوباره در این منطقه یا محیط حکم فرما شود. یک نظر دیگه خوب است که از این رفیق ما بگیریم، ما که اگه برشان بتین کمی با صحبتایشان نوشتیم، انشاءالله به طرف وقفه خود رفتیم. شبتان بخیر. شبتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. ما که نزدیکتر بگیریم تفریح که هست میگم تو تفریح میکنم، میگن شب و جمعه است برین تفریح، او شب و جمعه باید درود بفرسته است، اوجا میرن در اوجا لدو میزنن، بعضی نفرا قمار میزنن، شب تا صبح صبح هم نماز خدا نمیخوانن. متاسفم. بعضی نفرا همسایه میگه از صد خیش کده یک همسایه پیش است، باید همسایه با همسایه راضی باشه. دقیق. بعضی همسایه است کفتر بازی میکنن، کده قلق میزنن، سیاسر میباشه در اولی آدم تا بالا، باید اینی چیم مرد شود. بله بله تشکر. بخیر باشین. میربانی فرماین امی قضیه سنگ انداختنش خوب باز بیخی امون کلخ یا سنگ که برادر ما گفت خوب باز بسیار زیاد جدی است. من حیث یک مسلمان خو ما مسئولیت داریم که کار نباید ایش کدام مجرا بکنیم، حداقل مد نظرش داشته باشیم. دوستان تشکر از نظرتان، فقط ممنون که تا ایدم با ما بودین، در ادامه همچنان باشین. شما وطندارا ممنون که تا ایدم ما را همراهی کردین. همکارم زاهد آمده، بخش بعدی برنامه را خدمتتون تقدیم میکنه. صحبتاش را ببینین و با مهمانانش هم بشنوین، صحبتاش را بشنوین و بخش بعدی را هم ببینین. پس از وقفه همچنان برنامه شب ادامه داره. زود برخواه. آرام باش، هیچ چیز ارزش این همه دلهره را ندارد. خدا همینجاست کنار تو. عزیزای بیننده خوش آمدین، ادامه برنامه امشب است و تشکر از اینکه برنامه امشب را به خاطر دیدن انتخاب کردین و قرار است که در این بخش از برنامه همچنان ما با مهمان عزیز ما صحبت های داشته باشیم روی موضوعی که انتخاب کردیم امشب، ولی قبل از او جا داره سپاسگزاری داشته باشیم از حامی مالی برنامه با نوشیدن انرژی آیسکین قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرین. عزیز شما میتونین آیسکین خریداری کرده و نوششان بکنین. خب امشب موضوعی که قرار است روش در برنامه بحث صورت بگیره و همچنان معلومات بتن مهمان عزیز ما، ولادت های زیر سن است که میتونه باعث مرگ میره مادران عزیز همچنان شه و امشب بحث بیشتر با دکتر صاحب مرسل بهار میداشته باشیم که صحبت ها رو بیشتر برتون ادامه بده، همچنان معلومات بده به فامیلای عزیز. دکتر صاحب خیلی خوش اومدین، شب تان بخیر. سلامت باشین. سلام عرض میکنم خدمت شما. علیکم خدمت سلام. بیننده های عزیز امیدوار هستیم که خوب صحت مند باشن. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. چطور میگذره روزا؟ تشکر سلامت باشین. هوا هم کم کم از گرمیت زیادش دیگه یعنی خلاص شده و شده بله. بله کم سرد شده و انشالله که یک هوا هوای خوب است، البته به چکر رفتن بیرون رفتن اینا و کسایی که مثل شما و مثل هموطنای ما که وظیفه دار هستند دیگه قدر زیاد نمیتونن که بیرون برن. چطور از شما بیرون جای میرین چکر یا هم خیر؟ متاسفانه یا خانه میباشیم یا وظیفه دیگه. قدر... جای تفریگاه هم که بود برای خانما متاسفانه بسته شده دیگه، چاره نیست جز خانه بودن. بله قدر دیگه و گشت و گذارم کمتر شده. بله. خب دکتر صاحب اگر موافق باشین که موضوع را روی بحث را بیاریم سر موضوع برنامه که مو ولادت های زیر سن است و در نخست میخواییم در مورد خود مراحل حمل گرفتن اینا بر دوستا همچنان معلومات بدین. خب حمل گرفتن زمانی که یک خانم تازه حمل میگیره یک دوران بسیار خوب و خوش است که خانم دوره های بسیار خوش را سپری میکنه، اما اگر خانم هایی که زیر سن ازدواج میکنن شاید که دوران بسیار یک دوران پر استرس و استراب پیششان باشه و بسیار سوالات پیش اینا خلق شود، چون اینا زیر سن هستن و درباره مراقبت های دوران بارداری و مراقبت از نوزاد خود آگاهی ندارن. دقیقا. پس همین میتونه که استرس و استراب از اینا زیادتر بسازه و اگر خانواده ها حمایت و تقویه عاطفی را بکنن و در کنارشان باشن شاید کمی استرابشان کمتر شه و اونا را به جاهایی که مرکزهای صحی است یا مثلا پیش دکتر ببرن که اونا مراجعه کنن و برشان آموزش بدن، بعضی چیزها را برشان بگوین که
کاملا یک چیز عادی است، خوب پیش میره، تحت نظر ما باید باشی، اونا ماینات قبل از بارداری خود انجام بتن، انشالله که یک طفل صحتمند میتونن داشته باشن. بله دکتر صاحب، ازدواج هایی که قبل از وقت میباشه چقدر خطرات را میتونه به خود مادر و طفل به وجود بیاره؟ خب اولین خطری که میتونه به مادر پیش بیاره فشار بلند در زمان بارداری است. یک خانمی که تازه حمل میگیره امکان داره که خانمایی که البته زیر سن هستن این مشکل یا ریسک پیششون بیشتر باشه نسبت به خانمهایی که در سن 20 یا 30 سالگی قرار دارن. پس در پهلوی که فشارشون بلند میره مشکل پرکلمپسیو پیششون ایجاد میشه که با این فشار بلند خون یک جای ایجاد میشه و امکان داره که پروتین بیشتر را در ادرارشون دیده شه و صورت و دستهایشون تورم یا پونیدگی ایجاد کنه که میتونه بسیار زیاد آسیب به کلیه هایشان برسه و اگر پیش دکتر مراجعه نکنه امکان داره کشنده باشه، مادر نوزاده از بین ببره. این خطرات که یعنی ازدواج هایی که قبل از وقت میباشه و خطرات که شما همچنان یادآور شدین که عواقب را میتونه داشته باشه زیادتر میتونه به مادر ضرر برسانه یا هم به طفل که در بطن مادر است؟ قسمی که قبلا گفتیم میتونه که هم بروی طفلشان این مشکل ایجاد کنه، شاید مردزایی سقط اجزا را داشته باشن یا هم سوی شکل از لحاظ کمخونی، اگر اینا کمخون باشن امکان داره که سقط ها را داشته باشن، سوی شکل ها را داشته باشن، نقص لوله عصبی پیش اینا ایجاد شوه، از این نگاه میتونه که به طفلشان صدمه برسانه. رابطه سن و بارداری چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ یعنی امی سن بر ولادت ها کدام سن میتونه مناسب باشه به اینکه یک خانم حمل بگیره و یا هم کدام سنین هست که اصلا مناسب حمل گرفتن نیست؟ خب یکی است که از سن 10 سالگی تا سن تقریبا 18 و 19 سالگی مناسب ازدواج نیستن به خاطر که امی مشکلات نزدشان خلق میشه، امکان دارن که نوزاد نارس به دنیا بیاره، امکان داره که ولادتشان تولد که میشه نوزادشان وزن کمتر را داشته باشه و همچنان که گفتیم خطر فشار بلند خونه نزدشان ایجاد کنه. و خوب است که در ازدواج از 20 سالگی تا سن 30 سالگی باشه که از او هم اگر بالاتر بره از 35 به بالا او هم خطرات از امی قبیله می داشته باشه. بسیار خوب، می خواهیم در مورد از این بگوییم که چه مشکلات روحی و روانی را می تانه به مادرها به وجود بیاره امی ولادت های قبل از وقت؟ زمانی که یک مادر تازه حمل می گیره گفتیم که استرس و اضطراب بسیار زیادتر می باشه و از هر طرف برشان میگه که مثلا ولادت بسیار سختتر است، دوران بارداری بسیار پرجنجال است، از لحاظ بسیار اینا تشویش میکنن و امکان داره که به افسردگی بعد از ولادت هم اینا دچار شوند. اینی موضوعات بوده میتونه که اینا را استرسشون زیادتر میکنه. بله یعنی همین مشکلات روحی و روانی است که تا باعث از این میشه که با مادرای عزیز افسردگی بعد از ولادت ها را همچنان به وجود بیاره. و چه خوب است که در این دوره مو فامیلای عزیز همچنان شوهر عزیزی که نزد خانم می باشه باید که حمایت داشته باشه از خانم خود. و همچنان می خواهیم که در مورد ازی همچنان از دکتر صاحب بپرسیم که ولادت هایی که زیر سن 18 سال می باشه نوزادشان وقتی که به دنیا می آید یعنی در آینده می تانه کدام تاثیرات از امو وقت برش وجود داشته باشه یا هم خیر؟ خب قسمی که قبلا گفتیم اگر یک طفل با نقص لولی عصبی به دنیا بیاید یا مثلا تیروزمی 18 باشه که یک سندروم داون است او یک طفل عقب مانده می باشه و نمیتونه که درس خود درست پیش ببره، دیگه به فعالیت های خود برسه، یعنی یک بار دوش جامعه میتونیم گفته که هستند متاسفانه. بر علاوه از این مشکلات دیگه هم وجود داره که اطفال باز میتونه داشته باشن او را؟ یکی امی است و یکی هم میتونه که کمخونی ها را حتی تا که سنشان به 10 سالگی و 12 سالگی میرسه کمخونی ها را داشته باشن. بله یعنی بر علاوه از اینکه خود مادر سوی تشکلات میتونن داشته باشن، لبچاک کامچاک میتونه باشه.
این تمامش هم موارد است که ولادت هایی که قبل از وقت می باشه یا ولادت هایی که زیر سن می باشن این مشکلات را میتونه که اما اطفالشان داشته باشن و چه خوب است که مادرها همچون موضوعات را همچنان در نظر بگیرن و ما میخواییم که از شما همچنان در مورد راه های حل و درمانش بشنویم، همچنان چه توصیه هایی دارین شما با فامیلای عزیز؟ خب خانمایی که تازه حمل میگیرن خوب است که به یک پیش دکتر مراجعه کنن یا اما مرکز صحی که در ولایتشان است به اونجا برن، معاینات خون خود انجام بدن به خاطری که کم خون نباشن یا میکروب در خونشان نباشه، که اگر میکروب باشه باعث سقط طفل، مرده‌زایی بیشتر میشه و جان مادر همچنان در خطر میباشه. و خوب است که از غذایی که بیشتر سبزیجات است و ترکاری باب است، میوه ها از نمیتونن که استفاده کنن و همچنان روزانه آب بیشتر بگیرن. اکثر مریضی که نزد ما معاینه خانه تشریف میارن، اکثرشان که چرک میگیرن یا مشکل میداشته باشن، زیادترش از کم بودن آب است که آب بیشتر استفاده نمیکنن و متاسفانه تغذیه درست هم ندارن. یعنی مادرای عزیزی که فعلا بیننده برنامه هستند و همچنان حمل دارن میتونن که از توصیه های دکتر صاحب مستفید شوند و دکتر صاحب همچنان گفتن که بیشتر میتونن آب نوشان بکنن، همچنان اگر غذاهای دیگه هم وجود داره که بسیار مفید است به صحتشان میشه که اونا رو همچنان برشان یادآور شوه. اینا میتونن که فولیک اسید هم قبل از اینکه باردار میشن باید بگیرن که با کم خونی مواجه نشن. و سوال به میخشم، سوال بعدی شما چی بود؟ اما غذایی که مفید، غذایی که میتونه که امی کسایی که کم خون است برشان میگن که جگر زیاد استفاده کنین یا مثلا زردک و آب زردک، این چیزا چون دارای مقادیر زیاد ویتامین ای است ما پیشنهاد نمیکنیم به خاطر که میتونه که جنینشون سقط بکنه. پس در دوران بارداری از ادویه‌جات کمتر باید استفاده شوه و غذایی که یا نوشیدنی هایی که به اینا ضرر داره مثل چای زعفران، قهوه و نوشیدنی های الکلی را نباید اینا مصرف کنن در زمان بارداری خود. بله و همچنان در مورد دواها هم یاد کردین در لابلای صحبت هایتان که موارد بوده یا موضوعات بوده که ما شبهای قبل همچنان روش بحث داشتیم. انشاءالله که شما همچنان بیننده بوده باشین و استفاده کرده باشین از توصیه هایی که دکتر صاحب عزیز امشب بر شما کردن. و اگر دکتر صاحب موارد باقی مانده میشه که شما یادآور شین، اگر موارد باقی نمانده میتونین که پیامتان همچنان به دوستا بگوین. خب چند مورد دیگه شم میشه که بگویم که یکی تولد نارس بود. معمولا حاملگی ها در 40 هفته می باشه، اما اگر قبل از هفته 37 طفل به دنیا بیایه ما او را طفل نارس یا پریتر میگیم، که با بعضی از دواها ما میتونیم که دردهای خانم که قبل از وقت باشه متوقف بسازیم. اما در بعضی موارد خوب است که دردهایشان شروع شه و در وقتی که امی سلامتی مادر در خطر می باشه خوب است که ولادت زودتر و سریعتر انجام شه. شاید هم مشکلات از نگاه ای که مشکلات تنفسی طفلشان داشته باشه، گوارشی یا بینایی، این مشکلات هم می داشته باشن، اما چون صحت مادر با ما مهمتر است مادر نجات می دیم. بله با. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب که امشب دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه اشتراک کردین. تشکر از شما همچنان. تشکر، صحبتایتان همچنان مهم بود، مفید بود. انشاءالله که دوستا همچنان استفاده کرده باشن. اگر گفتنی همچنان به دوستا پیام داشته باشین میتونین که بگویی. تشکر، زنده باشین. صحت همیشه ثروت یک انسان است. پس هر مادری که حمل میگیره ما بهش توصیه میکنیم که قبل از او معاینات خود از 100% تکمیل بکنن، چرا که مشکلات هایی که ما ذکر کردیم دوچار از این مشکلات نشه که بعدا پشیمانی سود نداره. بله تشکر بسیار زیاد از عزیزای بیننده، از شما هم یک جهان سپاس که این بخش از برنامه را همچنان تعقیب کردین. بخش بعدی برنامه را همچنان دنبال بکنین. میان برنامه کوتاه داریم، برمی‌گردیم. باش که دمی خوارک جانم یک زنگ بزنم باز پسان ازم گله نکنه که تو دختر تدادی و مرا چیز همراه مشوره نکدی. الو سلام علیکم خوره، خوب هستی؟ شکر بخیر باشی. خودت چال داره؟ خوب هستی؟ خانواده خوب است؟ بخیر باشی. راستی خوره گفتم اگه وقت داری یک بار تا خانه ما را بیا از خیرت، ما می رخشان اگه که بخیر قرار است به شوهر بیتم. گفتم تو خاله کلان نشستی یک بار همراه خودت هم گپ بزنیم. سعی سعیس بخیر باشی، بیا خوارک منتظرت هستم. رخشانه
او دختر. بله مادر جان. کجا هست دخترم؟ تو بشین یک چند دقیقه امروز گپ دارم. دخترم او روز دیگه که امید آمده بود یادت خواست؟ بله مادر جان. امید آمده بود که خودت به بچهش خواستگاری کنن. باز ما و پدرت هم جواب مثبت دادیم برشان. امشب قرار است بیاین درباره از امی تویانه و مساری فروسی و چه وقت بخیر شنخوری گپا را بگیریم گپ میزنه. خاله تم هم یال زنگ زدم که بیای خاله کلانی تا. گفتم تو هم آمادگی تا بگی یک لباس میباس خوب تا بپوش دیگه چیکو برای خورای دیگه تم بگو که برای شب یک نانمان سعید تیار کنه. سعید دخترم حالا دیگه بخیر. مادر جان چی میگین؟ چه وقت؟ ما خودم ایت خبر ندارم وقت مرا مشاور دادین. دختر امروز امیت آمده بود. ما و پدرت بودیم دیگه. حالا قرار نیست خبر شوین. این امروز خبر میشی که اونا بخیر امروز میاین. امشب میاین. مادر جان ما رو وقت بشاور دادین. یک دفعه زیم نظر نگرفتین که امروی امی خوش هستی. میگیریش نمیگیریش. یک دفعه زیم نظر نخواستین مادر جان. وقت نامزادی شده آختا میگین که ما تو رو به فلانی دادیم. دختر این چی ضرور است که من میامدم پیشته که دخترم اینی نفر آمده تو رو بتم یا نتیم. ما پدرت بودیم اونا نفرم میشناسیم. بچه هم میتست آدم خوب است آدم بد نیست. خانواده هم میتم میشناسیم. ما را دادیم دیگه. ما خوبه خوبی تو فکر میکنیم ما پدرت. سیست مادر جان که به خوبی من فکر میکنم. اما من خوش نیستم که امروی بچه همه مرسی کنم. دیگه فعلا بسیار خوردم هستم مادر جان که مرسی کنم. خرا دخترم. دخترها که تو که دل خودشان نشه خود خورد حساب میکنه. خورد مرد نیست دخترم. ما میفهمیم توی چیزا رو نمیفهمی. ما پدر تو تصمیم خود گرفتیم. برای هم چیک دادیم. جواب مثبت دادیم. این شب هم میاین. درباره شنخوری گپا گپ میزنیم. دیگه پیشانه تا ترش نگیره الا جانم. برو آمادگی تا بگی. ما قبول ندارم که امروی بچه همه نامزد کنم. الله توبه توبه توبه. دلی تصابروی ما را ببری؟ نه مادر جان آبروی تانه نمیبرم. احترام تانه دارم. اما بچه همه بچهش من مثل یک بیادر است. من او رو مثل بیادر میبینم. چطور امکان دارم امروی رو عرصی کنم یا نامزد کنم؟ من خوش نبیم باشم امروی او مادر جان. بچه خوب است. بچه ای که ما میشناسیمش. این نام خدا درس خوانده است. وظیفه داره. قد و قواره داره. تو چرا قبول نداری؟ خدای نخواست یک کس بیگانه بیایه که یک آدم صحیح هم نباشه. آدم شناختن چقدر مشکل است که آدم نمیشناسه. ایرا میشناسیم اونا فامیل ما فامیل هم هستیم چقدر خوب. یه گپار نزن دخترم برو. ما را که پدر دشوار داده بود ما هیچ تا روز عروسی ما پدر تا ندیده بودم. روز عروسی ما پدر تا دیدیم. آلی دخترهای زمان هست که ما به دل خود میگیریم. برو دیگه الان زیاد گم مادر جان. خواسته است که وقتی تو را به پدرم دادن از دلت نبود. تو را اصلا از ات نظر نخواستن. اما مادر جان 20 سال پیش 40 سال پیش مال فرق میکنه. ما باید از دل خود زندگی کنیم. من تو زنده بودی فقط از قصه‌ات که گوش میکنم بر ما قصه میکنی. تو فقط زنده بودی زندگی نکردی مادر جان. مقصد ازدواج کردن این است که یه خانه تشکیل شوه. درست است که میگه خانه تشکیل شوه. ما باید خوشی باشه در داخلش زندگی باشه نه که فقط زنده باشه آدم. مادر جان قصه خودت ببین. چه روزایی بعد تیر کردی امرایش پدرم. چرا چون دلتان نبود از اول گپ نزدیم مادر جان. من نصیحتت نمیکنم که بیان نصیحت نکنی از بند نزدیم. مرا مثال خود جور نکن تو. حداقل تو بچه میت میشناسی. من خود هیچ پدرت ندیدم بودم. اونا بازم شکر پدر دادم خوب برآمد. پشت گپا نگرد. برو دخترم آمادگی تا بگی. مادر جان من بچه میم نمیگیرم. توبه کردم خدایا توبه. حتی اونو زندگی نکردم. تازه دورانی است که من باید زندگی میکنم زندگی من بسازم او وقت عروسی کنم مادر جان دخترم میگه پای تو برای من هیچ تاثیر نداره. میفهمی که من حق صلاحیت ندارم. خودت میفهمی که پدر دیگه فار قبول نداره. گپ پدر دیگه گپ است. خیر است مادرم روی پدرم گپ بزن. من نمیگیرم بچه می من. دخترم تو خوب من بسیار خورد هستم. تازه نظر من که دخترم میفهمم تو خسر ما سرشانای ما نیستی. سر ما اضافی نیستی که گپا رو میگی. خود چطور کنم امیتم پدرت هم قبول کده. پدرت خو گپ مرم قبول نمیکنه. یک کار خونه میشه دیگه اولی. خو خیر است مادرم روی پدرم گپ بزن. قبول نکنین مادرم. من خوش ندارم امروی بچه همه نامزد کنم. خیر است. من نمیفهمم بازم که پدرت یک بار گپ میزنم که چی میگه. ولی من نمیفهمم که پدرت فکر نکنم گپ مرا قبول بکنه. من گپ خودم میزنم. سیست مادر من برم دک سر گاز مانده بودم. برو بخیر آمادگی تا بگیر دیگه. او که مطمئنم نباش که پدر گپ تا قبول کنه پدرش. این دختر کم بختم راست میگه. ما هیچ از امی پرسانم نکدیم که او دختر تو امی نفر قبول داری نداری. چطور کنیم دیگه این امی رسم رواج از وقت برای ما فرهنگ سازی شده که این امی کارا رو بکنیم. چطور کنم مال خدا کنی پدر از قبول بکنه.
یک گپ بزنم انشالله که قبول کنه. از بیننده خوش آمدین. ادامه برنامه است. همچنان سوژه که امشب همکارای ما انتخاب کرده بود با هم یک جا تماشا کردیم و ای که ازدواج یک تصمیم مهم زندگی در زندگی هر شخص است، چی پسر باشه حالا یا هم دختر باشه، و خوب است که حق انتخاب به خودشان داده شود تا که بتانند در آینده یک زندگی خوب و خوش هم داشته باشند. و از که در مورد سوژه امشب ما همچنان نظریات دارن میتونن که به شماره واتساپ برنامه ما 0711-99-52-67 نظریات خود را بر ما شریک بسازن. حتما اگر علاقمند هستین که در برنامه خودتان برنامه امشب اشتراک داشته باشین، شماره واتساپ برنامه ما در خدمت شما خوبان است. میتونین که پیام بگذارین. شبهای بعدی حتما شما را در برنامه می داشته باشیم. همچنان بخشای بعدی برنامه را با همکارم نجیب بیننده باشین. فعلا میان برنامه کوتاه. خوش برگشتید وطندارا، در خدمتتون قرار داریم. امیدوار هستیم تا پایان همچنان بیننده برنامه امشب باشین، داشتهای ما رو تا پایان ببینین. امشب دیگه خواستیم دعوت بکنیم فقط از دو اشتراک کننده ما که قبل از قبل بیاین و قرعه کشی هم نمیکنیم، متفاوت خواستیم باشه که شما وطنداران ببینین که چقدر در برنامه امشب متفاوت مد نظر میگیریم، که تا شما هم در زندگیتون همین تفاوت مد نظر بگیرین. کم کم امو پیشنیگه که 111 تون باز شوه، خانواده تان هم در امن امان و آسایش باشه، خودتان هم شاد باشین، که همین قسم ما در برنامه خود که تفاوت آمد نظر گرفتیم، شما هم در زندگیتان تفاوت ها بسیار زیاد دلچسب است و زندگی را رقم بزنه. حتی اگر کوچکترینش همین باشه که ساعت از دست چپتان بکشین به دست راستتان ببرین، یک تغییر است، همین کار را هم حتما انجام بدین. ممنون که بیننده هستین. امشب همراه ما در برنامه جواد جان است، جواد بخشنده و محمد کاظم است. جواد خوش اومدی، شبت بخیر. سلام تقدیم شما حاضرین در تالا بینامه تلویزیون تلو. یک جواد بخشنده هستم، یکن از شراکانده برنامه همشب. میخوایم برنامه رو با یک شعر آغاز کنم. بشک. من در این سند جوانی ز جهان سیر شدم، صورتم گرچه جوان است ز دل پیر شدم. اشتباهی که اما عمر پشیمانم کرد، اعتمادی از به مردم دوران کردم. بعد یک تعداد مردمی که اعتماد کردیم اشتباه کردیم، از این اعتمادی که کردیم پشیمان شدیم، اما حال اعتماد ما با خداست. بدون شک تکیگاه عجیب است و پروردگار چطور در یک جای دست آدم را میگیره که تعجب میکنه. شب بخیر کاظم جان، خودت هم خوش آمدی. خوش باشی. محمد کاظم بخشنده، یکی از اشتراک کنندگان برنامه امشب. کاظم جان چی گپو؟ قرار در قرار. صحتت خوب است؟ بخیر باشی. بخیر هستین؟ سلامت باشی. خودت هم بخشنده تخلص میگی؟ بله. بچه کاکاستی، بچه مماستی، خیش قوم هستی، خواهر هستی، دوست هستی؟ همسایه هم هستیم، قوم هم هستیم، دیگه این بخشنده که هست یک قوم هست. بشک، چی خوب، امشب با خانواده بخشنده سر کار داریم. خواه جواد جان و کاظم جان، میخواییم یک طرف دیگه بریم، بعد میایم سر بازی های برنامه امشب. کدام یکتون داشپزی خوب بلند هسته؟ داشپزی من یک ذره خوب هستم. یک ذره. کاظم چطور؟ یاد ندارم. یاد نداری؟ حالا برما بگو شوله را چطوری بخته میکنه؟ سابق وظیفه دار دولت بودیم. بشک. ما بین خود با نوکری والی داشتیم. آه بشک. هر کس روز نوکری والیش کسی قابلی پخته میکرد، کسی شوله پخته میکرد، هر چی که پخته میکرد، هر چی دیگه میبود ما پخته میکردیم. حالا فقط کاظم با ما بگه که تیار خور است یعنی؟ آه تیار خور است، فقط پخته کنون یاد نداریم دوزیره. باز یک کار بکن، اگه جایی چکر رفتیم جواد خوب دیگه خودت بکو. با ظرفایش سر کار زم باشه. آه ظرفشونده یاد آرام. اینجا یک دوست ما هست، او فیاض نام داره، او از قندوز هست. او زیادتری تخم دیگی را خوش داره. تخم دیگی چطوری است؟ تخم یک در دیگ بخار رو پخته میکنه ایشه. بخارش میتی یا چی؟ نه، نام از اون در دیگ بخار پخته میکنه. او نسبت به ایدگاه، وزی مزه ازی یک در ازی فکر ازی که باز می باشم، از هر وقت که میبینه با سوبکی که میشه من یک تخم دیگی پختن میگه با میگه برو بیار لوازمش به اون میاره واز من بخشش پختن میکنم. حتما نیازهای تخم دیگی رو هم پرسان خواد کردیم از جواد، اما بریم بر بگردیم به طرف بازی ها. شواله رو خوب مزدار پخته کرد، ای کاش آماده میکنی سر شواله یک لغمه هم میگرفتیم. یا الله، بازی اول ما به کلام است، کدام تان میخواین اجراش بکنه؟ کی میخواه اجرا بکنه؟ بخیر بازی شما. ما میریم. بیا بخیر ببینیم که چی خواهد کرد. یا توکل به خدا. زیبه کلام. یا الله توکل به خدا. بشک توکل به خدا. خواه. چی گپا؟ والا خیره خیره. چی ورق چیز نیست؟ خمشانه دی. هیچ چیز نیست. فکر سر کباب خوری.
من شروع نکردیم او برادر خوال مکه شو همین ثانی ها را برای چرا کردم وطن داره بینه که آدم چه قوار خطاست استرس زیاد چه کلان خانه است یا خود بخوام کلان خانه مجرد است یا متحل متحل چند تا اولاد داری؟ دوتا اینا را قصه شولا پختن تکدی؟ خانه کردی پس از شولا پختن میکنم نگفی نیست ما در خانه که مصروف باشن کار داشته باشن دیگه من میکنم بشک بشک اینه کاکه یاد بگیری دیگه متحلا بخاطر اکی زندگی که است از دو تر یک مربوط یک نمیشه مجبور هستی که کمک کنی در خانه بود تمام بشکل بشکل توالا خب کلمه را بخون ورخطا نشد بلند نخونیش بلند نخون ولی فقط با چشمایت بخوانش حرکت چه خوب اجرا که یادم پیدا بکنه چی سیس 20 ثانیه زمان داره همکارا 20 ثانیه آماده خوندیش بلند نخونیش صبر یک دقیقه لبایت شور نتی سیس آماده استی حرکت چه اجرا میکنی 20 ثانیه شروع کامرا چی کامرا اسکنی تلفن چی میکنم این لحظه عکس میگیرم عکس میگیره عکاسی کردن پاسخش درست است کم بزنیم علی خواه، اینا ادامه میتی یا جای تبدیل میکنین؟ ادامه میتی بوده مطمئن هستی؟ گربی نیز بگم ادامه میتی؟ ادامه بتا خودت مجرد هستی یا متحل؟ نه مجرد بیا این کار مجرد ها و متحل ها با بیخی دوست داره ادامه اینی کار را چیزی که نشته است نه؟ هست همی قسمی ها نه؟ سیست دوست دوریش ها نه؟ والا مثلا نگو که پشتش میگرده به هر حال که چی هست که پشتش پایلش میگرده صبر لحظه ما بگویم اماده یا خودت میگرده خوصه ایز بیایی طرف ساشا ای که چی هست که پشتش پایلش میگرد یک لحظه صبر کن روی خدا را بیمه یک جمله بگویم ای که چی هست یادم پشت ازی پایلش میگرده براتان حرکت چه خوبش را خواد کرد شما وطن داره حدس بزنی فقط در ما کازی میگه آماده هستی؟ بله همکارو 20 ثانی آماده و شروع برو پیسا نفر دادن پیسا دادن شمار کردن چی شمار کردن؟ پیسا شمار کردن حساب کردن پول بگم بیشکر همین قسم اکنی توی کدی دوال کدام پیسا را قسم شما با قول خودت شمار کرد یا نه؟ یازی که بالایی شه تو چه قسم شما میکنی؟ یک وقت تجارت انگور بود که ماز نفره که میگریتی یک تکه بگیم تجارت انگور بود؟ در تجارت انگور پیسای باغوالا را که باز ما میگرفتیم مثالش 10 دانه باغ یا 20 دانه باغ که باز میگرفتیم با پیسای در کلش یا میگه استاپ میگه هزار کیره حق شلایده میکنه همین قسم ها؟ نه من رقم تیس حساب کردم باز من یک قسم دو قاتش میکنم دلار باز اون دمه گیری شوخی میکنه وطن دارا نگم یادم جدی است خب یعنی تاجر موفق خواستی حد دقیقه کارت سفید برنده شدن بیا می حرکت هم خوب اجرا کن برو شوله رو خوب پخته کردی یالا ادامه شوله شوله رو حالا پخته کردی فکر کن حرکت بعدیش برو نان خوردن لقمه زدن به شک لقمه گرفتن شوله رو پخته کرد لقمه شد گرفت این نرم بود تنم میرمونه میرمونه خوی آدم لقمه شد گرفت دیگه برو چی کار داری برادر کار خدکت نکرد این هم از کارت سفید مبارکتان باشه بچه نوش جونتون خوب آماده هستین به بازی برنامه بله به بازی بعدی برنامه بله فقط دو بازی مونده لبخونی و رسامی ضرب المثل ببینیم که چی خواد کردید وطندارا شما هم ببینیم دیدین که حساب کردن پول کاری بود که یادم پشتش پایلج کرده بود شما پشت چی پایلج کردین وقفه کوتاه رو ببینید پس از وقفه در ادامه برنامه امشب در کنار شما خواد بودیم و پیام ها و صحبت ها و بازی های جالب برنامه امشب وقت خوش برگشتید وطندارا دیدیم که جواد و کاظم هر دوشان زحمت کشیدن و کارت سفید برنده شدن اما شروع خواد کردیم کارت آبی را بازی شد اما یکی برنده خواد شدن یعنی معلوم خواد شد قبل از همه جا داره تشکری هم بکنیم از حامی مالی برنامه با نوشیدن انرژی آیس کینگ قدرت واقعی را حس کرده و از لحظاتتان لذت ببرید نوش جانتان تشکر از آیس کینگ شما میتونید نوش جان بگیرید راحت دمتان تازه شوه راست شوه مقصد برنده شو این بازی ها را ببینیم که بازی کارت لی خاطر رسید که کدی یک درم هیچ از ما بهش اگ شک شک نوش جان باش که خوب راحت شون برز بس صحیح شد دیگه یک قسم نوش جان میکنه کازم نوش جان به شک تو نه خب حالا آماده هستین دیگه بله ببینیم که چی خاط کردین وطن دارا میریم طرف بازی ها ببینیم که در بازی لبخونی چی خاط کردن کدام تون میخواین گوشت ما ده گوشتان بله نه تو برو که من قیق دیم قیق بیا بخیر خودت خیلی جا بیشی کازم جا خودت جا بیشی باشی دیگه میربانی میربانی صاحب جا هستی دیگه یک شیشتی دیگه
صاحب اجازه هستی. ور خطا نمونی خواندن اخه ها گوشای ما زمیان نمیشنوا ور خطا نشو گو این بازی نباید گوشایت بشنوا جواد صحیح است نه صدای ما میفهم یا تغییر بتین اگو صحیح هستی میگه صدای ما میفهم یا تغییر بتین صدای ما یعنی میشنوی یا تغییرش بتین نه زرا گوشای بیس ما نه شروع نکره ما زمیان نمیشنوا ول ما نمیشنوی؟ نه. خیلی بیا که ما بیشتر نجوید. میگم نمیشنوی میگه نه. جای میدون تغییر بتین. مقصد اگر نون چی نمیکنی که ما بیایم؟ مقصد ما چیخ میزنم مقصد دیگه ایش نمیکنم. بیا. بیا بخیر. سراتی گفتم بیا بخیر. جای تغییر شد. کانفرانس من دول برنامه ما شما گرفتین. میره بونی. مگم نتیجه نداد نه؟ نه. خاطر گوشار من یه تکلیف دارم. اینه. خوب بهانه پیدا کرد. دیدی کازم؟ تاجون از دیدی که اون کنه بیاب نشه نه خلاص میگه زور ما نکشید حالا نمیشنا همکارا 30 ثانیه آماده به هر کلمه ور خطا نشو آماده استی برای بیا یک بار تک کرا واش صدایم گوش نه خیر نمیشنا دیگه اولین کلمه چرخه صحیح صبر 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 همکارا 30 ثانیه آماده و تن از زبان اشاره نه اشاره به دست اشاره نمیکنی صحیح صحیح همکارا 30 ثانیه آماده و شروع چرخه چرخه درخت چرخه چرخه آه درست یالا هر چی خوبه فایده نداره تو یکم خدا پیش کی او نمیشنوا ماشین خیاطی ور خطا نشو صبر یک لحظه نگو گیرش کنه متن داره همکارا 30 ثانیه آماده فقط ببینیم که چی خواد کردی یک لحظه صبر شروع بخیر ماشین خیاطی ماشین خیاطی اون مقصد نمیشنه خب گوشه شد دیگه خراب میکنی ما که دیگه چی نمیشنوی دو جمع دو چند میشه نه نمیشنه فشنگ فشنگ صبر صبر ای تو وار خطاست مجردو وار خطایی من با اون گپ چی هست؟ مقدر ما وقت آرام باش، آرام باش وار خطا نشو خدا کنه نیم شب و میشه و موتر میتیم خودتا برسانه بریم بخیر؟ بریم وار خطا نباش، همکارا 30 ثانیه شروع برندی کارتو بخشید فشن 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 فلتر فشن 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 آفرین یا بگو تیاره 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 تلاش تیاره سراچه تیاره تیاره ماچ تیاره آیسکین تیاره 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 یه رکورد تلایجا بود الو کاش که بودم دوست آفرینت خیلی خوب اجرا کردی بیا بخیر واقعیت میشنیدی یا نه میشنیدی یا نه نه از استرسش میفهم نگویی که میشنیدم و میگه نه برای زیاد هر چی که بگی به هر حال بر ما واضح معلوم میشد که خودت بود میره ما؟ نمیره در کار تلوی نمیرین؟ میره بیا بخیر کار تا بیرم از اسمتی بی. وارخطا نباشین آه کازم امشب با تندار عزیز یک تیم وارخطا در برنامه آمدن نه وارخطا نیستیم خویی است حالا مشوره بکنین که به کارت تلوی میرین یا هم خیر میریم خیر حالا صفید شدست گرفتیم این یا بردست یا با یک نفرم بچان نقل دادم میره آبی را دست میدن صفحه را میگیرین یک لحظه میری نمیرین تو خلاصه چه بگو میری ولی یک چانس است یا میری میری باز خراب نکنی دیگه شما نمیفهم چانس است یا مسئله چما نمیگرم بیا خب پیسه ما تو نرفتم میری برو میری 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 ما این طرف هم مشوره میتر برشان وطن دارا ایام چند زنی کدم میدن من حیران بودی بیرم او برادر ضرب المثل است یا چی است؟ ضرب المثل یا دیگه ضرب المثل از برادر رسامی شو بکشیم مطل شو بگیم یا رسامی شو بگیم صحیح؟ من رسامی میگم تو بگو هرچی بزنیم کدام تان میخواین رسامی کنیم یا نه یکی کاکی بیا بخواه تیاره خیلی تو رسامی میگم برم تا خطا کمو کشیم من میخواه چی شد؟ نه چیز نمیخی کازم رسامی میکنیم باره خب کدام تان میاین اینجا که رسامی کنیم؟ بیا بخیر بیا کازم جو کار خطا نباشی که رسامی رو میاد دست چپ یا دست راست؟ نه راست سعی کن وار خطا نباش این یک ضرب المثل بلند نخونیشه ای خان شانس تا نزست میتی صحیح شد کدام شک خودت انتخاب میکنی نیشه وار خطا نباش فقط ببینیم که چی میکنی صحیح شد ای به خودت این تصویر الهام بخش است
من نگفتم میره بکش. هر چی خودت رسم میکنی از روی رسمی همی ضرب المثل را همو اگر من میره کنم چی؟ چی را؟ مشکل نداره. ولی فقط همی ضرب المثل را میخواییم که از زبان یادم بشنیم. صحیح. با گفتن همی ضرب المثل توسط جواد شما برنده کارت طلایی هستی. صحیح. صحیح. آماده هستی؟ رسمی شکنم میدگن. اختیار داری. 30 ثانیه زمان دارین. زود رسمی که زود بفهمم. یک لنگشان بکشون صحیح دیگه. او کار خودت است. آه برو. نامشنه ای کار خودت است که نقل میشه. ولی فقط گپ چی است؟ گپ ایست که قلم موندی ثانیه ها شروع میشه. قلم در تخته خورد. ثانیه ها شروع میشه. دو. در ظرف 30 ثانیه یک ثانیه شروع شد با قلم موندن. باید به سرعت در 10 ثانیه تکمیل بکنی. در 20 ثانیه فکر بکنه. 10 ثانیه رسمی میشه که 20 ثانیه گوش. یال این پیشنهاد ما است. اختیار درست خودت است. وار خطا نباش. بازم میگم وار خطا نباش. قلم موندی ثانیه ها شروع میشه. اختیار درست خودت است. ثانیه ها شروع شد. ببین که چی میکشه. چی کشده؟ بگو ضرب المثل چیست؟ چوب که نگوی چیست؟ چوب هیچ نام نگوی چی هستی هم؟ بوت هست و دیگه چیست؟ چیست؟ بای مرغ هست؟ میتون بگو اول صحیح گفتی دوم هست بوت هست بوت هست؟ دیگهش توپ هست توپ نیست توپ همی قسم نمی باشه نقل دادی به اشکاز میانه نه هیچ نقل نمی آمی بوت همی قسم می باشه این موزه است این دریا نایده رفتی چی گفتی؟ نایده ضرب المثل چیست؟ خیره بگو ثانیه ها تمام شده چیره؟ با صبر کنی دوستا که خودش بگه چیست؟ اولش صحیح گفت دو میشه بود است دیگه موزه است موزه است آم همراه آب ضرب المثل چی است؟ در همراه موزه در آب مدره آبا نایده موزه را پاک این از ضرب المثل خودت انتخاب کردی بیا بخیر بیا بخیر میره بونی من قرص باشم میربونی دوستا ضرب المثل کی فهمید خودت استاد چی از جد جواد فقط ببی ضرب المثل چی بود آب نادیده موزه کشیدن خطا است آب نادیده موزه از پا کشیدن خطا است تشکر بخیر باشین اینا نشد که به کارت طلایی برسه بیا بخیر هر دو کارت رو برمارتین میربونی بشین هر دو کارت برمارتین ما گفتم متأهل و خطا خب دوستا کارت سفید کارت آبی کارت سفید آبی پس جاش میره فقط میاد با کارت سفید خوب شورش بده قلا خواره چی بکشیم زرمت قلا خواره چش چکه خوب مبره بسم الله بیا جگیل آسا خوب وار خطا شدن خوب صحیح نه نه امین بود توش اگفت دریای شما میگم گفت دریای شما میگم ضرب مسئله وزینش نبود نه میشد والا جایزیتان خیلی خوب است چاینک ناسوس مبارک باشه شما گفتیم که باغدار هستین یا خیاط باغدار من خیاط هستم یه باغدار هنه فقط میشه چاینک ناسوس خوب چای دم بکنین هر دو با هم یک جا بشینین نوش جان بکنین تشکر از اینکه به برنامه اومدین تشکر از تشکر از خودت کاظم جان از خود جوا جان دوستایی که اینجا تشریف آوردن دیگه بخیر باشین سپاس از حضورتان شما وطن داره که بیننده برنامه میشه بودین ممنون که تا دیدن برنامه رو دنبال کردید از شما دعوت میکنیم بقیه برنامه های طلوع را بیننده باشین تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم راستی امی کودکای خانه را زیاد سرش فشار نبیارین کار بکنن اونا هم آدم هستن هم خسته میشن کمک تبشان رو داشته باشین تا برنامه بعد خدا با همراهتون